هدف از برنامه انکشاف صنایع روستایی روی دو محور اساسی بنیادی اقتصادی مردم در دهات و ایجاد شغل پایدار که این برنامه از طریق ایجاد گروه های پسنداز، گروه های تولیدی تحت پوشش تشبثات کوچک و متوسط می باشد تنظیم می گردد. در این محفل محمد دبیب رئیس مالی و اداری، انجینیر محمد تای رئیس خدمات تکنیکی و سکتوری، انجینیر مشتاق احمد عامر برنامه ها، انجینیر سید نجی مدیر انجینیری ریاست احیا و انکشاف دهات، انجینیر زکی احمد رئیس مسئول همستگی ملی، رؤسای شورای انکشافی منطقه‌ای و جمعی از کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی اشتراک نموده بودند. ابتدایت چند از کلام بر حق الهی قرار گردیده، مطاقب انجینیر عبدالوکیل حمیدپور عامر ولایتی صنایع روستایی در پروان پیرامون فعالیت های اتحادیه قرضدهی و پسنداز در ولسوالی های جبلسراج، سیدخیل، سالنگ، بگرام و مرکز پروان را که تحت پوشش قرار داده است، معلومات را نموده تا 3700 گروپ پسنداز که شامل 8970 تن عضو را دارا می باشد و برای 526 گروپ های اتحادیوی پسنداز بیشتر از 10 میلیون افغانی در بخش های تجارتی کوچک سرمایه گذاری نمودند که در انکشاف اقتصادی اهالی تقویت بخشیده است، معلومات را نمود. بنو با محترم عتیق الله خواصی معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات در رابطه با بخش های فنی وزارت احیا و انکشاف دهات که یکی از وزارت های سکتوری بوده کوشیده در راستای خدمتگزاری برای مردم فقیر افغانستان از هیچ نوع تلاش دریغ نورزد. موصوف گفت وزارت احیا و انکشاف دهات با واحد های دومی در 34 ولایت کشور که در مجموع 40000 قریه با 5 برنامه وسیع حضور فعال انکشافی و اقتصادی در کشور از ذمه دارد، تمام این برنامه ها به منظور فقر زدایی در کشور ایجاد گردیده است. از مردم پروان خواست است برنامه های انکشافی استفاده بجا و بنیادی نمایند. وزارت احیا و انکشاف دهات می خواهد که مردم را از تاریکی ها و فقر بیرون سازد و با وحدت ملی بتوانیم آینده کشور را بهبود بخشیم. سپس دیپلم انجینیر عبدالواسی عزیزی سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان ابتدا ورود مهمان را به ولایت پروان خیر مقدم گفته، در رابطه با پروژه های انکشافی سرک، آب آشامیدنی، پل، پلچک، دیوارهای استنادی و سایر پروژه ها در سطح ولایت پروان فعالیت دارند مفصلا معلومات ارائه نمود. اتحادیه قرضه و پسنداز را که از طریق برنامه های صنایع روستایی در قرا و قصبات تطبیق می گردد، یکی از سیستم های انکشاف اقتصادی و طرز آموزش تجاری برای شاملین این برنامه و توسعه بخشیدن روش های فنی و تکنیکی در بلند بردن آگاهی آنها ابراز نمود. در جریان محفل چک بوک های تجاری، قرضدهی و پسنداز که برای متشبثین قرضدهی و پسنداز تهیه گردیده بود که هر چک بوک بیش از 170000 افغانی برای رؤسای اتحادیه های بایان، چاربرجک جبلسراج، عظمتخیل، آشوب، بیکخیل، قریه سیاد در نظر گرفته شده بود، توسط محترم انجینیر عتیق الله خواصی معین مالی و اداری، مسئول صنایع روستایی در مرکز، انجینیر محمد طاهر رئیس سکتوری مقام ولایت، انجینیر عبدالواسی عزیزی، محمد حبیب رئیس مالی و اداری مقام ولایت پروان توزیع گردید. تشکر. هدف سفر امروز به پروان به ارتباط برنامه انکشاف صنایع روستایی ما بود که اون پنج شورا را یا پنج گروپ ما امروز چکای نقدی دادیم به اثر تلاش و سعی و تلاش خوبی که اونا کردن و از برنامه های قبلی ما که اونا به صورت خوب انجام دادن اونا، ما امروز به اونا کمک نقدی کردیم تا بتانیم اینا را تشویق کنیم و اینا را حمایت نقدی بکنیم تا در قریجاتشان بیکاری را از بین ببرن و مبارزه علیه فقر بکنن و همچنان اینا مصروف کارهای تجارتی محلی شوند و از کشت کوکنار در محلاتشان جلوگیری به عمل بیاید. در اخیر معین مالی و اداری مقام وزارت احیا و انکشاف دهات از دفاتر ریاست احیا و انکشاف دهات و دفتر همبستگی ملی در پروان بازدید نموده، با کارمندان ادارات مربوطه از نزدیک تماس گرفته، از آنها خواست تا مشکلاتی که به سطح مقام وزارت داشته باشند ابراز نمایند تا درف مشکلاتشان رسیدگی لازم صورت گیرد. که از این عمل کرد و توجه محترم معین مالی و اداری، کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات و اداره همبستگی ملی در پروان ابراز قدردانی نمودند.